مخاطبین از رسانه پشت ما جرای فیلم گلزار سامه درود به مخاطبین عزیز بنده امین فردین خوشحالم که به همراه تیمم هم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستم امیدوارم که هر کجا این کره خاکی که هستید و صدا و تصویر من رو می‌بینید و می‌شنوید حال دلتون خوب باشه چند ساعتی هستش که یک خبر در رسانه ها منتشر شده مبنی بر اینکه تلویزیون مناتو قراره که از اول سال 2024 تعطیل بشه و به فعالیت خودش ادامه نده و خود شبکه مناتو همچنین پیج اینستاگرام شبکه منوتو یک بیانیه ای رو منتشر کرده با این عنوان که پیامی به همکاران و بینندگان تلویزیون مناتو و گفته که به دلیل اصطلاحاً شرایط مالی که این شبکه داره و نتونسته به درآمد خاصی برسه قراره که در طول ماهای آینده تلویزیونی که از سال 2007 فعالیت اینترنتی و از سال 2010 فعالیت ماهواری خودش رو آغاز کرده بعد از 13 14 سال فعالیت رسانه‌ای به پایان خودش سلام بکنه و تعطیل بشه امروز می‌خوام پشت پرده تعطیلی تلویزیون مناتور همون شبکه منوتو رو برای شما افشا بکنیم پیش از این هم اگر یادتون باشه من چند ماه پیش یک ویدیو منتشر کردم و گفتم که تلویزیون منوتو رو قراره که به زودی تعطیل بکنن و نه به خاطر اینکه این تلویزیون درآمد نداشته یا شرایط مالی خوبی نداشته بلکه این شبکه به اصطلاح شکست خورده سیاسیه و نتونسته اون اهداف و اصطلاحا تارگت هایی که باید میزدن و باید اون اهدافی رو که تو ذهنشون بوده برای اینکه سرمایه گذاری کردن روی این تلویزیون رو بخوان ببرن جلو نتونستن ببرن جلو و هدف نرسیدن و به نوعی این شبکه از لحاظ سیاسی زمین خورده نه از لحاظ مالی اول بیانیه شبکه منو تو رو با هم دیگه بخونیم که خودش پر از نکته است گفته که پیامی به کارکنان و همکاران و بینندگان تلویزیون مناتو که در نتیجه باور آنها وجود این شبکه رو ممکن کرد و گفته که ما از ابتدا با هدف خلق شیوهی تازه از روایت حالا مثلا خلاصه بهتون بگم که گفته که ما 14 سالی که این تلویزیون رو, رو انداختیم از سال 2007 پخش اینترنتی داشتیم 2010 پخش ماهواره رو داشتیم و با ایده های نوینی که داشتیم برنامه‌سازی کردیم و با استعدادایی که وجود داشته موفق شدیم که بیان توی خوناتون قبلا هم ادعا کردن که 40 میلیون بیننده دارن و گفته که همین اعتماد شما باعث شد که خیلی زود بسیاری از برندهای مطرح دنیا اینجا شنکت است گفته که خیلی زود بسیاری از برندهای مطرح دنیا اون برندهای بینومری برای تا، پخش تبلیغات محصولات خود به سراغ تلویزیون مناتو اومدن در همان ماهای ابتدایی درآمد تلویزیون ما از محل پخش تبلیغات فراتر از انتظارمان بود و بیش از پیش ما را به موفقیت مدل تجاری تلویزیون امیدوار کرد اما تداوم ثباتی سیاسی و نامسامانی های اقتصادی در منطقه ادامه این مدل تلویزیون تجاری را ناممکن کرد و از رشد و گسترش و درآمدزای این صنعت در حال تحولش و ناتوان ساخت خب این دروغی بیش نیست به خاطر اینکه اگر شما بیننده های قدیمی شبکه مناتو باشید میدونید که عملا شبکه مناتو تبلیغ آنچنانی نمی گرفت و فقط برای روخ کار و برای اینکه بگه آره ما یه تبلیغی هم داریم تبلیغ می گرفت بر کسی پوشیده نیست که طبق ادعای مؤسسان تلویزیون مناتو پدر رها اعتمادی که خودش مصاحبه انجام داده بود و گفته بود که بودجه تلویزیون مناتو از پنتاگون و از اسرائیل تامین میشه این تلویزیون ادامه فعالیت داد الان با توجه به جنگی که اتفاق افتاد و این صحبت ها اسرائیل دیگه بسته گاف صندوق و گفته که فعلا این پول خبری نیست به حال جنگ هزینه داره و اگر کجا شما با تبلیغات و اینا تونستید که روند درآمدزایی رو ببرید جلو این به نوعی صادق نبودن با مخاطبه گفته که ته همه این سالا ایده های متفاوت رو برای کسب درآمد به درامت بکار بردیم اما متاسفانه تا به امروز هیچ یک نتیجه بخش نبوده با وجود اینکه همواره در حفظ جایگاه خود به عنوان رسانه فارسی زبان ماهواره برتر بودیم به لحاظ تعداد مخاطب هم موفق بودیم اما در تامین نیازهای مالی لازم برای ادامه فعالیت تلویزیون در سال پیش رو با مشکلات روبرو بودیم که گفته که در نهایت امروز به این نقطه رسیدیم که به عنوان کارآفرین کارآفرین شما کارآفرین دید طبیعتا تعهد ما همواره تامین منافع کارکنان خود به بهترین شکل ممکن و در حال بررسی همه گزینه‌ها بوده از ابتدای آغاز به کار تلویزیون خط داشتیم که خطوط قرمز غیر قابل تخطی هم بوده و خلاصه گفته که ما وارد مرحله مشورت در گذاشتن موضوع با کارکنانمون هستیم که میدونیم این دوره برای کارمندان من تو بسیار سخت و در طول این سه چهار ماه گذشته یکی یکی کارمنداشون هم به بهانه‌های مختلف اخراج کردن که بتونن تعداد کارمندا بیارن پایین که تعدادی کمتری بدن گفته که خلاصه استعداد زیادی رو داشتیم بنامدم. از روز اول ما تو مناتو به روی خلاقترین های ایرانی در رو گشودیم و نمیدونم دستاورد این 14 ساله ما فراتر از انتظار بود و استانداردهای های تلویزیون داری رو بردیم بالا و برنامه های خلاق تا که البته نباید از ادالت خارج شد واقعا پول دیگه به حال اسرائیل اینا میدادن نام حسابی حال میکردن و برنامه خوبم تولید میکردن خلاصه گفته که آینده روشنی داشتیم کم کم رفتیم جلو جایگاهمون پیدا کردیم رشد کردیم و از این صحبت ها گفته که اگه بنا بشه تلویزیون مراتب آخرین پخش خودش رو در آینده نچندان دور داشته باشه این پیام خداحافظی ما نیست ما دستاوردهای بی‌نظیر رو مسیری که با شما طی کردیم جشن خواهیم گرفت در صورتی که مجبور به پایان کار خود باشیم این اتفاق زودتر از آخرین روز ماه ژانویه سال آینده نخواهد افتاد تا آخر امسال رو اینا هستن بنابراین امید داریم که شما همچنان هموار ما باشید تا لحظات ارزشمند را که ساختیم با هم مرور کنیم و میراثی را که به جا گذاشتیم گرامی بداریم از شما بینهایت تشکر میکنیم که ایوان و مرجان عباسی 13 نوامبر 2023 یعنی میگن که ما توی مسیرمون رفتیم موفق باشیم اما این که میگن ما تبلیغات میگرفتیم نمیدونم ما منطقه فلان شده ما نمیدونم نتونستیم به درآمد برسیم این برای گریه ها و ناله های تلویزیون های لس آنجلسی و تلویزیون عبدخیاری و شبخیزی و این صحبت هاست. برای شماهایی که بودجه سنگین گرفتید این حرفا آنتن نمیده سلطان با بررسی اسناد تلویزیون شبکه منوتو که اینجا هم میبینید که حیوان عباسی یکی از نفرات اصلی و فاندار اصلی این شبکه هم هستش تمام این هم تو اینترنت موجوده خیلی چیز پیچیده ای نیست با بررسی اسناد مالی شبکه منوتو که میزان درآمدشون رو نشون میده و میزان تبلیغاتی که به دست آوردن همه ریز حساب های مالی اینا در طول این چند سال گذشته و به حال مالیات هایی که اینها پرداخت کردن تمام این اسناد و مدارکش موجوده مثلا مال مثلا سپتامبر سال 2020 که حالا ماهای مختلف و ماهایی که اینها مالیاتشون رو به دولت پرداخت کردن نشون میده که این شبکه این هم یه سنده دیگه است تو سال 2018 نزدیک به 19 میلیون ضرر مالی داشته سال 2018 2019 به 20 میلیون رسیده و 2020 2019 2020 هم به عددی نزدیک به 21 میلیون ضرر رسیده یعنی طبق این سند و مدرک اینها در طول سالهای 2018 2019 و 2020 2020 رو که هم وقتی من رفتم نگاه کردم عددش همین هول بود 2020 هنوز با... کار مالیاتش رو انجام ندادن ولی هر سال اینها از زمان تاسیس از 15 میلیون به بالا که 23 میلیون هم رسیده هر سال بالای 15 میلیون ها ضرر مالی داشتن و همچنان داشتن ادامه میدادن سال تا شیشه میکشیدید شما تلویزیون داری میکردید چی شما هی از جیب میدادید چی داشت الماس پیدا کردید گنج پیدا کردید لاتاری بردید سال 15 میلیون ضرر کردید نه از من یه بودجه بوده که اینا میخواستن با این بودجه تلویزیون داری بکنن و اهداف سیاسی شون رو جلو الان همون کسی که بودجه میداد الان گفتن دیگه بودجه نمیدیم کشورمون جنگ و این صحبت ها فعلا کار داریم خودمون حالا گفتن اگه جنگ تموم بشه اینا ممکنه دوباره بهتون بودجه بدیم و فعلا تعطیله شیر فلکه پول قطعه پس نتیجه میگیریم این تلویزیون به خاطر مشکلات مالی نیومده در تلویزیون رو بنده اگه میخواست به خاطر مشکلات مالی باشه 2018 که 18 19 میلیون 2019 که نزدیک 20 میلیون 2020 نزدیک 21 میلیون همجون میرفت فلا سال یه میلیون های ضرر میدادن بعد همون موقع تعطیل میکردن نه الان یه بار دیگه این جمله رو تکرار میکنم برای پایان این ویدیو این تلویزیون از لحاظ مالی شکست نخورده این تلویزیون از لحاظ سیاسی که شکست خورده با توجه به اتفاقات یک سال گذشته بعد از کشته شدن محسن امینی اعتبار این تلویزیون بین مردم هم کم شد به خاطر اینکه در تلویزیونشون میبدن تصاویر مردم رو بدون سانسور پخش میکردن و خیلی ها دادن بالای درخت و دستگاه اطلاعاتی امنیتی این افراد رو پیدا کردن و شناساییشون کردن و بازداشتشون کردن و بعد از اون یه فراخانی اومد به عنوان تحریم تلویزیون های مثل مناتو ایران اینترنشنال و بقیه تلویزیون ها و عملا مخاطب های این تلویزیون هم پایین اومد و نتونست تاثیرات سیاسی خودش رو بذاره و بر کسی هم پوشیده نیست شما یه تلویزیون سیاسی داشتی باشی عملا توی ایران و اطراف ایران نمیتونی تبلیغات بگیری اگه یه تلویزیون سیاسی باشی این اصلا دو دو تا چارتای ساده است به خاطر اینکه اگر یه تلویزیون فعالیت سیاسی داشته باشه فوش بده به خامنه ای و سپاه و اطلاعات ایکس وایز تو ایران مثلا فرشفروشی داشته باشه یا هر چیز دیگه داشته باشه اگه بیاد تبلیغش رو تو این تلویزیون بکنه خشتکشو پرچم میکنن جرش میدن اینجوری پارش میکنن میذارنش کنار میگن داداش رفتی توی تلویزیونی که به و و ایکس و داره فوش تبلیغ میدی پس این تلویزیون حسابی روی تبلیغات از روز اول باز نکرده بوده چون میدونسته که عملا تبلیغ نمیدن پس تحولات منطقه و اتفاقات منطقه و اتفاقات مالی منطقه دلیلی بر تعطیل شدن این تلویزیون نبوده چون نه بودجهشون از یک جای دیگه بوده کسایی هم که تلویزیون دارن میدونن که تلویزیون چقدر هزینه داره بسیاری از برنامه‌های خوب دنیا رو اینا میرفتن پول میدادن و کپی رو میگرفتن از تلویزیون دیسکاوری و جای مختلف شوهای مختلف تلویزیونی برگزار میکردن یه شو... آکادمی برگزار می‌کردن آکادمی موزیک هر فصل استنا هر سیزنش براشون یه میلیون پوند هزینه می داشت. بدون کوچیک حالا بعضی وقتا اون تبلیغات ریز چوسکی همون وسط مسطا میرفتن ببین چقدر پول میدادن که میرفتن وگرنه اینا اصلا تبلیغ قبول نمیکردن حساب‌های مالیشون هست دیگه برید ببینید دیگه این صادق نبودن با مردم برای تلویزیونی که ادعا میکنه که قرار آخوندهای دروغگو رو افشا بکنه و به خاطر اینکه اون آخوندها دروغ میگن صدا سیما ملی داره دروغ میگه ما بهترین رسانه هستیم در خودشون صدق نمیکنه این باگ قضیه است خیلی مخلصم اگه دوست داشتید ویدیو رو برای دوستان خودتون به اشتراک بذارید ممنون که تا این لحظه با ما همراه